پیاده روی برای زیارت اربعین از قدیمی ترین و مردمیترین مناسک شیعیان جهان است که در قرون حاکمیت سنی ها در عتبات عراق با سرکوب و خشونت و تزیقات هم حتی از رونق نیفتاد اما در سالهای پس از سقوط صدام رونق چند باره ای پیدا کرد مهمترین ویژگی این آین کوهن شیعی مردمی بودن و فاصله گرفتن از مداخلات حکومت ها و امیال و منافع ایشان است به گزارش کوتاهی از همکارم سعید بهاری توجه فرمایید پیاده روی و یا مشایع اربعین که سابقه آن به زیارت جابر بن عبدالله انصاری از محل شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلای معلا چهل روز پس از آشورای سال 61 هجری باز می گردد در طول قرون متمادی بسته به احوالات سیاسی و اجتماعی شیعیان همواره مورد استقبال عموم طبقات مردم بوده است. از مهمترین ویژگی های این پیاده روی مردمی بودن آن است و اتفاقا عامل اصلی بقا و دوام آن نیز همین ویژگی است. دولت ها و نظام های سیاسی کشورهای مختلف تلاش می کنند خودشان را با اختصاص بودجه ها و امکانات همراه با این مشایع نشان بدهند. حالان که مداخلات حکومت ها نه تنها مشکلی از مشکلات زائران اربعین را حل نمی کند بلکه آن را از شکل و محتوای مردمی خارج می سازد. حکومت ایران امسال با اختصاص 200 میلیارد تومان ردیف بودجه اربعین و نیز اعطای وام 5 میلیون تومانی به زائران وارد بدترین نوع مداخله حکومت ها در مشایه اربعین شد. و فارغ از اینکه بودجه اختصاصی چگونه و با چه هدفی خرد شد و چقدر از زوار عملا موفق شدن این وام را بگیرند و یا اصلا تقاضا دادند یا ندادند اختصاص چنین بودجه و اعلام چنین وامی روح مردمی مشایه اربعین نزد افکار عمومی شیعیان را مخدوش کرد. از سوی دیگر حجم گسترده تبلیغات سیاسی و ایدئولوژیک رسانه انحصاری صدا و سیمای ایران همراه با نصب و توزیع تصاویر مقامات عالی نظام ایران در مواکب ایشان و مسیر مشایع موجب شد که به این تصور دامن زده شود که پیاده روی اربعین در ایران برای تقویت نظام سیاسی حاکم ترویج می شود نه به عنوان یک آین شیعی اصیل و مردمی موج خروشان میلیونی زائران اربعین اما از سراسر دنیا با تحمل تمام مشکلات و سختی ها خودجوش و مردمی همه ساله تحت قبه حضرت سید و شهده علیه السلام ندای اللهم اجل ولی کلفرد سر می دهند و فارغ از هر گونه اختلاف و تفاوت حسین محور اتحاد را به تجلی می رسند. حتی امسال نیز که شرایط جوی روی خوشی به ظاهران نشان نداد شدت گرمای طاقت فرسا مانع زیارت بالغ بر 21 میلیون تن و خدمت به ایشان نشد و در این بین روسیاهی نه تنها پس از زمستان که پس از تابستان هم به زغال ماند سعید بهاری اخبارشیه